افتاد بزرگ میشه از ناز و همسنگر زندگی پدرم بارک شفیع استاد سلمان را خواهش میکنیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. المهر ازي صدش نمر بر سر تربت رفیق من، برادر من، هم زوج من، هم نظر من، مردی که در چیزی که درباره از او گفته شد من تکرار نمی کنم، با هم خصوصیاتی که اینجا نایبی سید زیارمل سید ایراد فرمودن، من نمیخوام اونا رو تکرار کنم. یه همه اوصاف در وجود او وجود داشت و بالاخره بارد با شعر خود، با ادبیات خود، با روان خود در تضادهای هم میان این حزب واقع شده بود. شعر چیز لطیف است، شعر چیز انسانی است، شعر حتی اپوزیشن ندارد، ولی ما اپوزیشن داشتیم، ما ماموریت اجتماعی داشتیم و بارک یکی از پشتازان این ماموریت او در وجود خود با یک قضاد آشتیناپذیر شعر چه نخواهد و سیاست چیز آزاد میکنه گرفتار و بعضاً کسی را زی غلبه میکرد احساسات شاعرانه، یعنی انسان دوستانه، یعنی عشق با طبیعت، عشق با آفرینش، عشق با دوام، عشق با انکشاف و پیشرفت او در سرهای هم با ما پیدا میکرد. خدا بیامرزش که با همه این دشواری ها از این تضادی که از کرکتر خودش و از وظایف خودش به وجود آمده بود ساخت، پیشرفت، مبارزه کرد و شرمنده نشد. من هر پار تکرار نمی کنم با بازمانده های بارک سید و رفقای ارجمندی که اینجا هستند و ما بنابر پیدی و فراموشی و کهولت سن یک اداره که در یک سنگر جنگیده ما لذافظه ما فرار کردند وقتی که با ما مواجه میشن من میشنم که نامشو بگم که فلانی سید خوب از بنیاده. ما برای اینا میمون که پدرشان نقش خود ایفا کرد و رفت و مرگ مولانا سیدان گفت فلسفه دینی تا فلسفه مترقی در مورد مرگ نیست سافرق نداره. ما فکر میکنم که کل مردنی هستن. فردوسی بزرگ میگه که جهان گر کشاده کند راز خیش نماید سرانجام و آغاز خیش برش پرت خون سواران بود کنارش پر از تاجداران بود پر از مرد دانا بود دامنش پر از لاله رخ جنگ و پیراهنش. وقتی زندگی با این فرمول هست بارک هم از این فرمول ها مستثنا نیست. اینا بالغ هستن و عاقل هستن باید در دیور تحمل بکنن. آنچه ما با دوست ها در اینجا گفتنی هستم و تکرار مطالب نیست اویی هست که تقریبا اکثریت مردم حاضر در اینجا به یک نوزت انقلابی مربوط بودن و ما در اشتباهات در اختلافات درونی خود در چسبیدن به من خود ما یک نوزت زیان رسوندیم.
ما یک موضوع از دست دادیم. ما یک ملت خفت کردیم، ما یک قدی نشکستانی نشکستانیم و این تقصیر با شما نیست، این تقصیر با ما هست که پشت سر ما اقتدا کردیم و ما اشتباهات را آوردیم. حتی نتانستیم که اختلافات در محیط را حل کنیم. ما هم هستی یک جمعیت انقلابی، یک نهضت انقلابی، یک حزب انقلابی، یک گروهی شکست ناپذیر ما جواز کنیم. ما از طرف خودم با همه این کسی که اینجا جمع شده ابلاغ میکنم و اعتراف میکنم که شما قربانی اشتباهات ما شدید که در خطر ادبی شما قرار گرفتید. هیچ چیزی از دست نرفته، مگر سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. ای که آسوده نشینی یا به ساحل برخیز که فراکار و گرداب و نهنگ است هنوز. سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. ما باید حال سریع فکر کنیم که کدام مورها غلط شده، چه چیزی غیر ضروری یا باید یک امر ضروری تحقیق کردیم. ما در کشور خودمون از دیدگاه های تحلیل اجتماعی افغانستان حزب طبقه کارگر اعلام کردیم. در اون جنود دیقان متشکل وجود نداشت. یک گپ خیبر سفت خدابی همون بسیار من که در شب کنگل نبود به نابر حرفای صبح از من میپرسید که در کنگه چی گذاشت؟ ما گفتیم که ما حزب پیشاهنگ طبقه کارگر ایجاد کردیم. او خندید و گفت که کارگر سنتی با او تعریف کنار هنوز تولد نشد و ما حزبش ساختیم. ما هنوز دیقان متشکل نداریم، دیقانی نداریم که این کشور بگه و ما زمین بده. او را ما از ادبیات اروپایی میخوندیم و این جامعه اروپایی را تصور کرده اکار بروسواده میکرد. زیاد پیش نمیرم. من با فرزندهای بارس تسلی میتون که پدر شما مردی است که در تاریخ افغانستان فراموش نمیشه و مردی است که در بازی های بزرگ که تجارب عظیم در قدست آمد نقش خود ایفا کرد. پدر شما در شیر ادبیات افغانستان زنده میماند. پدر شما که این جنایبی سر به اشاره کرد ما حکم صادر میکنیم که اولین آدمی است که در زبان بزرگ دری، در زبان غنی دری شعر عنعنوی عربی رقم و اصطلاح روزی را به شعر آزاد و شعر بی قافیه و وزن تبدیل کرد و در این را کوشش کرد و یکی از مجتهدین زنده کنونی ادبیات دری واصف باختری این را تایید کرد که بارد سه یک مردی بوده که اولین بار زبان در زبان دری شعر نبینه که او شعر نیمایی هم نام ندادش. ما به می هم یک اختلاف دارم اینجا جایش نیست، شعر مور شعر نیمایی نیست. به هر حال بارک نمیمونه، ولی من برای شما فرزنده ها یک توصیه دارم. چرا مثل بارک جمع شده؟ چرا در بارک مورد بارک صحبت میکنید؟ چرا موردی بارک بسیار موردی عالی نیست؟ شما دیدید که از بالای از حاکمای افغانستان گرفته تا به اینجا کسایی که روشن فکرهایی هستن، کسایی که امروز سیاست زنده هستن عکس العمل نشان داده، محبت خود، علاقه مندی خود، احترام عظیم خود به این مرد بزرگ نشان داده. و به شما توصیه میکنم که شما سعی کنید که در وجود شما نقش بارک نمره و در وجود شما شمع از او خاموش نشه. شما تلاش کنید که با جامعه خود، با جامعه افغانی قوم خود این بری وقت دیگر با اون توجه داشته باشه. از همه برادرهایی که اینجا با آرمانها و آرزوهای عالی تربیت شدن و از خواهران خواهش میکنم که کشور خود فراموش نکنن. با ما هر چیز کسی خواهد داد وطن دادن همه تازه. وطن قابل بخشایش نیست، وطن خدا برای آدم تعیین میکنه. این فرق نمیکنه که ما اینجا مهاجر هستیم. حتی پیامبر اسلام هم مهاجر شده بود.
ودي اسمه سمو راي بسر بدل فور هم مهاجرش قبل ان اتعاد مذهبي ودر بلوهای انقلابی تجربه بس هزاران بار شما کاری خوبه تنید که برای حفظ سر خود حفظ زندگی خود حفظ اطفال خود هر کسی تیره و کسی تحنه بتن یک امر یک تحنی ناواره یک امر التجاهی یک امر با عقب گراست لیکن فراموش نکنید که شما پرستر خود وطن دارید وطن از شما خاطرات خود شما تعجب خواهد کنید خود ستایی نشما ولی در مونده زندگی میکنید مردم مراجعه کرده بیدی چی مردم زیبایی بودن ما نفهمیدیم چی مردم مهربانی بودن ما نفهمیدیم چی مردم با وقت و با دسیپلین بودن ما نفهمیدیم شما آلیت ترافیک کابل که در این کسی دعای کرده نمیتونه اصلا یک یامه نفلی خود سر ایمانایی حتی حکومای امروز هم یاد خوب هم که نشان میدن امون در اون جامعه نشستگاه خود از داد تشکیلاتی نمیدن هیچ کسی که حسن با دسیپلین هیچ یک گروه وطن پرست هیچ یک مردم از خود گذر هیچ منظم و هیچ از خود گذشته باز ندیدن و ما توقع ندارم که تاریخ افغانستان بزیدی تکرار بشه بارک ما ولی شما زنده هستید این برای ما سر بلندیست ما امیدوار هستم که افکار شما نظریات شما نخوش کرد البته ما یک ضرورت جدی داریم که ما بر تمام گذشته ها با کارکردهای خود باید تجدید نظر کنیم با اشتباهات گلیز ها مرتکب شدیم من نمیخوایم وارد این بحث شوم این گورستان است و در اینجا باید مراسم مرده‌داری طبق عنعنات دینی مذهبی و افغانی باید اجرا شود که اجرا شد تشکر از توجهتان با وارد بهشتی بر این میخواهیم وارد رهبری بزرگ بود حتما همونطور که مولانا صاحب گفتن مطابق با اون فرموده های ازل وارد زهراس هم به بهشت میرد در روزا این بزرگ برای ایت مردا بسته است تشکر و از سلمانگیتان تکرار تشکر باز هم از حضور شما دوستان عزیز به این اندوه با ما سپاسگزاری میکنم و فاتحه محترمه و زنانه امروز ساعت دوی و چار در مسجد حضرت محمد صلی الله علیه و آله